تلویزیون برابری و با تبریک فرارسیدن اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان، به همه شما با رفیقم کوثر آل علی هستم. کوثر جان سلام به تو. من هم سلام میکنم خدمت شما رفیق علی و بینندگان محترمتون و به نوبه خودم اول ماه مه، روز همبستگی کارگران جهان را به تمامی کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان تبریک میگم. کوثر جان، در مورد کارگران مهاجر و کارگران عرب میخواستم صحبت کنم. میخواستم ببینم کارگر مهاجر کی هست به عنوان اولین موضوع توی کشور ما؟ به نظر من مثل بسیاری از واژه ها، واژه کارگر مهاجر در کشور ما یه معنا و مفهوم دیگری داره. اصولا بعد از انقلاب فرانسه بحث مهاجرت مطرح میشه و حقوق مهاجرین و کارگرانی که برای زندگی بهتر عازم کشورهای دیگه میشن. البته این بحثش بماند برای اینکه چرا تغییراتی شد، اون حالتی که کارگرها رو به صورت برده می آوردند و بعد چه اتفاق می افتاد. اما در ایران من فکر می کنم در بعد انقلاب 57 و بعد از اون، ما با کارگرانی روبرو شدیم که اینها به شکل دست جمعی و اجباراً وارد کشور دیگری میشن. و من همینجا باید بگم کارگر افغان هم حجمش بیشتر بوده و هم مصیبت‌هاش، و به سهم خودم تجارب زندگی داشتم با کارگر افغان در بندر عباس، در بندر بوشهر، که این کارگرها که بر اثر جنگ واقعا کشور خودشونو ترک میکنن و میان و عمدتاً در بین این کارگرها انسانهای روشنفکر و تحصیل کرده بودن، اما سخت‌ترین کارها رو به اینها میدن در انبارهای کشتی، در خن کشتی کمترین مزد رو بهشون میدادن، بیشترین تحقیر و تبعیض هم در حق اینها انجام میشد، و اون هم به این شکل که به خاطر نبودن قوانین در واقع مدافع مهاجرت و یا پناهندگی، این کارگر در تمام مدت زندگی و کارش در اونجا به صورت غیرقانونی زندگی میکنه. در نتیجه هیچ گونه حقوق صنفی نداره، حتی از حداقل امکانات مثل حداقل دستمزدها طبق قوانین ایران حتی هم برخوردار نیست. کارها رو به شکل کانترات انجام میده، یعنی مزد روزانه بهش میدن، در نتیجه ناچار میشه روزی تا 18 ساعت هم کار بکنه و امکان تشکل که اصلا وجود نداره. وضعیت زندگی اینا هم همیشه به صورت یه زندگی جمعی در حاشیه شهرها و در واقع بیغوله ها زندگی میکنن. و اینکه بر اثر این نوع زندگی چه انواع از بیماری ها، چه انواع از مشکلات اجتماعی تحمل میکنن، این اوضاعی است که کارگر افغان، این در بنادر جنوبی میتونم بگم، در مثلا شهر اهواز همین الان هم وضع به همینه که کارگران مرغداری ها که اونها هم به سهم خود یکی از سخت ترین کارهایی است که من خودم به چشم دیدم، این رو هم کارگرای افغان انجام میدن. و ما میبینیم که کارگر مهاجر در کشور ایران یعنی ستمی چند باره رو تحمل میکنه و چند لایه، و نهایت ستم طبقاتی هست که دسترنجش همیشه هیچ گونه درآمد که اندازه‌ای که معیشتش رو تأمین بکنه هم به این اندازه نبوده. ما یعنی در واقع کارگر افغان در واقع به عنوان مهاجرینی که خصوصا فاقد هیچ گونه حق اجتماعی و قانونی هستند، به صورت میلیونی توی کشور ما تو همه جا هستن و در واقع سخت ترین کارها از در واقع کارهای ساختمانی گرفته تا کارهای کشاورزی تا کارهای بسیار بسیار
سختی رو چه انجام میدن بدون هیچ حقوقی و متاسفانه فاقد تشکلم هستن. در کنار اینها ما با کارگران مهاجر داخلی روبرویم، یعنی کارگر کرد که میاد تهران و شهرهای بزرگ که اساسا اونام کار بیشتر کار ساختمانی در صنعت ساختمانی هستن و کارهای در واقع فصلی انجام میدن تا حد زیادی، و از اون ور ما با کارگران عرب روبرو هستیم که خصوصا بعد از جنگ، که قبل از جنگ خب خیلی میرفتن در خوزستان کار میکردن، ولی بعد از جنگ و دوری جنگ ما با مهاجرت یا اعزام و تبعید بسیاری از این کارگران به جاهای مختلف ایران روبرویم. خود اینها چه موقعیتی دارن؟ چطور؟ چه تصویری شما میتونید ارائه بکنید از این قضیه؟ در مورد کارگر عرب که من به احترام واقعا کارگر افغان صحبتمو ابتدا با کارگر افغان شروع کردم و به نظر من هم تفاوتی نمی کنه. انسانی که مورد تبعیض، تحقیر و استثمار قرار می گیره، کارگران عرب این وضعیت رو در طول تاریخی نزدیک به 100 سال تحمل کردن. از بعد اکتشاف نفت همزمان با سلطه پهلوی دوم و ستم ملی که مضاعف بر اینها وارد میشه، ما ملاحظه میکنیم که در کارهای شرکت نفت به دلیل وضعیت زبان و عدم آگاهی ها کارگر عرب همیشه در یه شغل حاشیه‌ای میمونده بدون تخصص، و کارگران متخصص از جای دیگه اومدن، کارمندان همینطور. و این وضعیت در طول 100 سال یا کمتر، یا 8 دهه‌ای که 9 دهه که داره میگذره، از این وضعیت کارگر رو در عمده‌ترین به اصطلاح مراکز کارگری، چه در شرکت نفت، چه در پتروشیمی، چه در فولاد، چه در واقع نیشکر، این کارگرها اونجایی که تشکیلاتی صورت گرفته خودشون حضور مشخصی در رهبری این تشکیلات ندارن به دلیل مسائل و مشکلات زبانی، فرهنگی، اما در این حال در شهر محمره، در قسمت‌های بندری میتونم بگم، کارگران عرب پیش از انقلاب سندیکا داشتن و این سندیکا آنقدر قوی بود که به صورت فعال حتی در اعتراضای دست جمعی، در تظاهرات مردم محمره شرکت میکرد. و در ابتدای جنگ، حدود 6 ماه 7 ماه بعد از جنگ که حقوق کارگرها پرداخت نشد، ما شاهد حضور همین سندیکا جلوی مجلس بودیم و اون شعارهای معروفه که سندیکا از نو هیبت نه، سندیکا اعتبار و اقتدار و در واقع هیبت ماست، و با اون شکل متشکل تونستن حقوقشون رو بگیرن. به هر صورت بحث کارگران در داخل و مهاجرت در داخل رو ما در همون شهر محمره ما میدیدیم. کارگرای کرد رو من روزانه وقتی به مدرسه میرفتیم بچه میدیدیم، میدیدیم که اینها در فلکه دروازه محمره به صورت این ماهی ساردین دراز میکشیدن، در خود میدانی که یکی از شلوغترین میدانهای تردد بود، جای خوابی نداشتن. اینها روزاشون رو میرفتن، اگر در کشتی ها کار میکردن، محل استراحتشون در یک گاراژی بود که اون گاراژ اتوبوس ها رو از محمره می برد به کرمانشاه. بعد جنگ این وضعیت برای کارگر عرب به شکل واقعا فاجعه باری در واقع حادث شد. باز هم ما در طی هر جنگی می بینیم مهاجرت دست جمعی است، در واقع به نوعی آوارگی در شهرهای دیگر است. همین کارگر سر از رفسنجان در آورد برای چیدن پسته، اونم به صورت فصلی، سر از بنادر دیگر جنوبی در آورد، در بندر عباس، در بوشهر، و باز هم با کمترین مزدها، بدون بیمه، بدون به اصطلاح مزد زمان از کار افتادگی، و تمام اینها را علی‌رغم وجود سازمانی به نام سازمان تأمین اجتماعی که یکی از ثروتمندترین نهادهای جمهوری اسلامی هم هست، باز این کارگرها رو میبینیم بدون هیچ حقوقی، صرفا دوران آوارگی و بی‌هویتی رو هم از جنگ به این ور باش روبرو بودن.
خود اگه برگردیم به خود موقعیت کارگران عرب توی خوزستان و منطقه اهواز، چرا اساسا میشه گفت که توی قسمت‌های کشاورزی کار میکنن و کارهای به اصطلاح چیز، یا اینکه ما با چیزهای متشکلی هم روبرو هستیم، یعنی مثلا خود اونجا یه منطقه نفتخیز در واقع توی قسمت‌های حفر و در واقع نگهداری و اینها هستن، بعد خود نیشکر هست و ما توی خصوصا توی 10 سالی اخیر ما شاهد یک مبارزه گسترده و متشکل کارگران هم بنادر پتروشیمی ها و خصوصا هفت‌تپه بودیم و اونها نمونه بارزی بودن که باز ما رو به یاد اون دوره انقلاب میندازه که مردم شعار میدن کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما، ما رو به یاد اون روزها میندازه که خوزستان اون منطقه چیز یک منطقه بود که در واقع صدای مهمترین صدای دفاع از حقوق کارگران، سکولاریسم و آزادی بود. من تایید میکنم صحبت شما رو، به خصوص در بحوه انقلاب ما یکی از در واقع مهمترین تظاهرات و اعتصاب‌ها و حضور کارگری رو به صورت کارگران پروژه‌ی نفت دیدیم که اینها مورد حمایت مردمی هم بودند. حتی من میتونم بگم که رهبرای مذهبی عرب هم از اینها حمایت میکردند، به حمایت‌هایی که در واقع اعتراضات اینها رو که طولانی هم شد از لحاظ مالی این کار انجام میشد. و من میتونم بگم که کارگران پروژه نفت در اون موقع با تشکلی رو که داشتن حضور اجتماعی سیاسی داشتن، مطالباتشون جنبه در واقع عمومی میگرفت. همین اتفاق در مورد کارگران پتروشیمی در معشور، در ماشهر هم ما داشتیم در مقابل اخراج‌های دست جمعی. و این وضعیت در مورد کارگر عرب، شما اشاره فرمودید بحث منشأ کارگر عرب به هر حال منشأ روستایی، منشأ کشاورزی داره. تا پیش از بحث اکتشاف نفت ما چیزی به نام صنعت در اونجا نداشتیم. حتی در یک تحلیلی که من همینجا میخوام تایید بکنم، استاد ما دکتر محیط داشتن که تجربه زندگی ایشون در شوشتر بود، میگفت در ابتدای شروع کار در واقع صنعت نفت تمام صاحبان حرفه ها از شوشتر و شهرهای کناری میرفتن در شرک نجار، مکانیک و این حرفه ها. میدونید از لحاظ تاریخی کشاورزان نسبت بهش توجهی نشان نمیدادن، حتی صاحبان حرف را به دیدگاه دیگری نگاه میکردن. شغل کشاورزی شغل مقدسی بود و اینها زمینای خودشون رو داشتن. اصولا کاشت نخل و اقتصاد خرما یکی از اقتصادهای در واقع شکوفای اون مقطع بود و حتی شیخ خزعل رو پادشاه خرما میدونستن دیگه، معروف بود. کار تجاری در اونجا صورت میگرفت، کارگر عرب در اون شرایط کار کشاورزی میکرد. حتی من اشاره بکنم که تجربه بازی تجربه زندگیمه، کارگرایی که در کشتی ها کار میکردن، کارگران که از اطراف محمره میومدن، اینها شغل اصلیشون کشاورزی بود و واقعا شغل دومشون میومدن در کشتی ها کار میکردن. و به همین دلیل سختترین کار توی کشتی کارهایی بود که کردها انجام میدادن، کردهایی که از کرمانشاه میومدن، یعنی بار فله رو به قولی، و کارگرانی که از فلاحیه میومدن، یعنی اونجا هم کارگر مهاجره که کار سخت رو میکرد، کارگر بومی کاری رو میکرد که نزدیک به خونش بود، حتی غذای روزانش هم از خونه میومد. به همین دلیل یعنی و بحث ستم ملی، عدم آموزش به زبان مادری و اینها باعث شد که کارگری هم که از بین عربها وارد مراکز صنعتی شد، نه اونچنان به شکلی حرفه‌ای بشه و نه از لحاظ تشکیلاتی، منظورم تشکیلات صنفی، به رهبری این تشکیلات نمیرسید. یعنی اون حالا شما میگی، یعنی موقعیتشون هم به لحاظ ستم ملی
و مهمتر به واسطه نوع کارشون که کار رو بیشتر کار فصلی میدیدن، خیلی مسئله تشکلیابی و رفتن توی تشکل صنفی در واقع جانه افتاد. دقیقا همین جوری که شما میفرمایید، به هر حال ستم ملی این بار رو میاره که آموزشی، یعنی کارگر آموزش دیده رو ما نداشته باشیم، کارگر آگاه رو نداشته باشیم، کارگری که بتونه آگاهی رو در خدمت منافع خودش، منافع طبقه خودش قرار بده ما نداشتیم. اگرچه اینا در تشکیلات هستن، منافع صنفیش رو درک میکنن، اما ما اینا رو به صورتی که بتونن به شکل رهبران تشکل‌های صنفی در بیان وجود ندارن. به همین دلیل الان مثلا در سندیکای کارگران شکر هفت تپه هم پای دیگران دوستاشون و هم طبقه‌ایاشون هستند، اما اون تصوری که ما ازش داریم گویی اینها اساساً به این قضیه توجه ندارن و این باعث میشه که بعضی‌ها فکر بکنن که امروز هم کارگر زحمتکش عرب فقط به فکر مسائل ملی باشه یا مسائل ملی میارتش. نه، به نظر من اون فشاری که نتیجه ستم ملی میاد، این رو حتی از منافع طبقاتی خودش هم منحرف میکنه و به عقب میندازه. اگر این موقعیت میشه گفت که تشدید و یا مضاعف بودن ستم بر کارگران مهاجر رو بپذیریم و موقعیتی که دارن به مثابه و از اضافه کنیم کارگران فصلی رو تو این موقعیت، واقعیت ما با یک پراکندگی و عدم تشکل پذیری روبرویم و از او بر نداشتن هیچ گونه حق قانونی که قانون بتونه ازشون حمایت کنه در مقابل اخراج ها، در مقابل برای مزد برابر بتونه بهشون کمک کنه، برای تامین اجتماعی، برای کارهای سخت و زیانبار بتونه مزایایی بهشون تعلق بگیره و حق بازنشستگی و حق مسکن، یعنی حقوقی که به طور طبیعی به یک انسان باید داده بشه. در واقع از همه این حقوق چه؟ در واقع میشه گفت که محرومند. وظیفه کارگرا و پیشروان اجتماعی برای اینکه این جریان رو بتونن جذب کنن به تشکلیابی، معطوفشون کنن به تشکلیابی، با توجه به تجربه عملی که داشتین باشون چه میتونه باشه؟ اصلا طبیعی است که حق رو نمیارن دو دستی به کسی بدن. یعنی کارگرهای ما و در تمام جهان این امروز هست، یعنی طبقه کارگر از طریق تشکل‌های خودش هر چیزی رو، هر گامی رو که سرمایه‌دار رو به عقب انداخته و حقی گرفته با تشکله، با اتحاده. واقعا کارگر متحد همه چیز، کارگر متفرق هیچ چیز. و این واقعیتی است که رژیم‌ها میان دستشون رو می‌ذارن روی همین قسمت که از هر گونه تشکل صنفی و از هر گونه تشکل سیاسی هم جلوگیری میکنن، نه سرکوبش هم میکنن. واقعیتی است که این وضعیت رو ما در مناطق خودمون وقتی که ستم ملی رو ازش اسم میبریم، ستم ملی اونجاست که در تمام کردستان شما تا همین چند سال پیش من خودم سفری داشتم، یه دونه دود یک کارخونه بلند نمیشه. خب وقتی این وضعیت هست، کارگر کرد ناچار به صورت یک مهاجر در وطن خودش در میاد. کارگر عرب هم وقتی که شرکتی نفتی و طبق اعلام مسئول امنیتی این مملکت آقای شمخانی اعلام میکنه از نمیدونم 4000 نفر 5 نفر فقط از عرب ها استخدام میکنن، خب واقعیت این که این کارگر عرب در وطن خودش، در سرزمین خودش غریبه است و مهاجره و از اون بدتره و شاید هم مهاجر به شکلی سازمان‌های نمیدونم حقوق بشری جهانی ازش حمایت بکنن. واقعیت اینه که امروز هم در جای جای ایران و عکسایی که حتی تو فیسبوک هم هست، کارگرای خفاجی چند روز پیش کارگرای شهرداری خفاجی اعتصاب کرده بودن، دم شهرداری و دست از کار کشیده بودن برای در واقع مزد خودشون. همین وضعیت در محمره اتفاق افتاد، اونجا حجم بیشتری از کارگرها در واقع ما عکساشون رو دیدیم که جلوی شهرداری محمره تجمع کرده بودن و دست از کار کشیده بودن و خواستار دستمزدشون. تمام اینها به نظر من نطفه هایی است برای اینکه اگر هم امروز فرض کنیم هیچی نباشه،
فعال کارگری امروز باید بدونه که آنچنان کارد به استخون کارگر میرسه، حتی اون کارگری که لباس فرم هم تنش کرده شهرداری، ولی وقتی مزدش نمیده خب با دستای خالی میره خونه. و به همین دلیل بحث تشکل و بحث تشکل یابی طبقه کارگر همیشه اولین بحث و آخرین بحث بوده از نظر من. اگر بخوام در واقع یه جمع‌بند کنیم، مهمترین خواست‌ها و مطالباتی که اکنون در واقع اینا دارن چیه؟ چون مثلا کارگران هفت‌تپه روشن به صورت یه قطعنامه‌ای دادن، تشکل سندیکاییشون اعلام کرده هم مسئله افزایش دستمزدها رو میگیره، علیه بیکاری هاست و در واقع خواهان آزادی حق تشکل. شما چه چیزی دارید؟ ببین، من فکر میکنم امروز به راحتی کارگری که در سطح منطقه داره کار میکنه، اگر یک لحظه خودش رو مقایسه میکنه با گذشته ای که حتی در بحبوحه انقلاب هست، نه بحث تامین اجتماعی امروز وجود داره، نه بحث حداقل دستمزدهایی که بتونه زندگی کارگر رو تامین بکنه، و به هر حال بازنشستگی، نمیدونم از کار افتادگی، هیچ کدوم از اینها. ما امروز اون چی اعتراض ها رو میبینیم، همونجور که عرض کردم، بحث دستمزد هاست، بحث بازنشستگی و تامین اجتماعی هست که کارگر رو وادار میکنه واقعا به دست کشیدن از کار و به اعتصاب دست جمعی، و این شروع یک کار تشکیلاتی است که میتونه در بعد وسیع‌تری حقوق صنفی و سیاسی خودشو بخواد. در واقع اگه بخوایم تصویری بدیم، خود همه اینا علارغم مضاعف بودن همه ستم‌ها بر کارگران مهاجر، وارد کردن این کارگران مهاجر خصوصا کارگران افغان به یک کار متشکل‌تر در کنار بقیه کارگران ایرانی برای افزایش دستمزد متناسب با تورم، علیه اخراج‌های وحشتناکی داره صورت میگیره و برای حق کار و واقعا زندگی مناسب برای اونا یک خواست عمومیه که میشه طبقه کارگر فرصتی مثل اول ماه مهر رو مغتنم بشموره که بتونه یک حرکت سراسری رو چه سازمان بده. همینطور هست، واقعیت هم همینه که حداقل در منطقه، اگر طرح منطقه آزاد اون چیزی رو که خودشون به نام اروند مینامن، یا طرح نیشکر هفت‌تپه رو، نیشکر در واقع اون چیزی که به نیشکر خوزستان معروف شده، ما در نظر بگیریم، میبینیم این دو تا طرح هیچ گونه اشتغالزایی برای کارگر منطقه‌ای اصلا نداره، و اگر کارگری هم در اونجا مشغول به کار بره، به کار بشه، در حاشیه و بدون هیچ گونه امکاناتی، ضمن اینکه واقعیت اینه اینا اقدام به شهرک سازیایی هم اونجا کردن که من شرم دارم از اینکه مقایسش کنم با شهرک سازیهای معروفی که اسرائیلی ها در فلسطین بخوان داشته باشن. در هر صورت خواست عمومی این است. من فکر میکنم حتی در منطقه به چشم خود دیدم که کارگر عرب به دیده تحقیر یا حتی به دیده رقابت به کارگر افغان یا به کارگر کرد نگاه نمی کنه، و تا بوده همین بوده که خواستها و منافع مشترک بوده، زندگی که مسالمت آمیز در کار هم دیگه داشتن، این رو در بندر عباس همین امروز می شدید در حجم وسیعی که گروه های کارگری افغان در کنار گروه های کارگری عرب های مهاجر در بندر عباس، عرب هایی که از شهرهای آبادان، از شهرهای محمره اومدن اونجا، و کسی به یاد نداره این کارگرها جز این که در کنار هم صبح‌ها رفتن سر کار و در واقع ستم مشترکی و رنج یکسانی رو میکشن، چیز دیگری در زندگی اینها نیست. ما شاهد بودیم بعد از اینکه اون خود روحانی رفت اهواز و اونجا یک دفعه ما با تظاهرات جوانانی روبرو بودیم که جوانان بیکار و اونا هم حق کار بودن، یعنی ما با یه بیکاری مزمن هم توی منطقه روبرویم، و اینها خودش باعث میشه که به جاهای دیگری، یعنی در واقع معطوف بشن به خواستهای دیگری غیر از حق کار، یعنی
اینجوری اینو چطور میبینین و اینا؟ عرض کنم در تایید صحبت شما ما عکس دیدیم دیگه، عکسایی که خود آژانس‌های خبری دولتی پخش کردن که یک جوانی روی ماشین رئیس جمهور پریده بود و فقط یه پلاکارد کوچیک دستش بود که کار و شعار معروفی که آخرین سالی که من در ایران بودم سال 2009 زمانی که آقای احمدی نژاد رفت در استادیوم ورزشی محمره سخنرانی، در یک لحظه تمام استادیوم شعار بیکاری سر داد و اساساً یعنی بهت گرفت اینها رو و بحث بیکاری در منطقه که متعاقب اون اعتیاد، فساد، تخلف، خیلی چیزهای دیگه هست، یکی از بحث‌های عمده است که همونجوری که عرض کردم اینها حتی طرح‌هایی رو که الان در اونجا پیاده می‌کنن طرح‌هایی است که برای نیروی بیکار جوان اشتغال فراهم نمی‌کنه. اگر هم اشتغالی تو این طرح‌ها هست، این اشتغال رو برای عنصر بومی و کارگر بومی اجازه نمیدن این امکان پیدا بشه که بره در این جور جاها استخدام بشه. در نتیجه یکی از موضوعات واقعا مهمی که الان هست همین بیکاری است که همیشه ما صدای اعتراض جوانها و مردم رو دیدیم و الان تو یوتیوب هم هست که این بحث رو که عرض کردم که شعار یک استادیوم به صورت کامل، کسانی که آقای احمدی‌نژاد فکر کرده اومده بود به استقبالش، ناگهان یه شعار بیکاری سر داده میشه. اینها واقعیات امروز جامعه است. واقعیت شما است که این یعنی در واقع یک تصویر بسیار مشترکیه، تصویری که بر اکثریت جامعه ما هست، یعنی همین بیکاری، نپرداختن دستمزدها، دستمزدهای خیلی خیلی پایین و فشار طاقت فرسایی که بر میشه گفت بیش از 90% جمعیت ایران داره میاد، نشون میده که ما به یک اقدام مشترک اجتماعی برای تغییر علیه نظام مستبد و واقعا سرمایه‌داری اسلامی که حاکم هست چه نیاز داریم. امیدوارم ما شاهد اعتراضات گسترده‌تری باشیم که سال جدید رو بتونه، سال جدید کارگری رو بتونه یک سال دیگری، سال بهتری برای مردم ما و مردم چه فراهم بکنه و بسازه. من ممنون از اینکه این گفتگو رو باز کردی با ما. منم با تشکر از شما، امیدوارم که سال پیش رو سال پرباری برای کارگرها و زحمتکشای کشور باشه. ممنون و سپاسگزارم.